ش و تکامل دین نویسنده دکتر احمد ایرانی گوینده احسان اطهری پدیده دین از نظر جامعه شناسان و روانشناسان یکی از جالبترین پدیده های اجتماعی انسانی به شمار می رود. علاقه به بررسی علمی و پژوهش درباره دینها و مذهبها در قرن نوزدهم و به ویژه در قرن بیستم گسترش بسیار یافت و دانشمندان رشته های گوناگون نتیجه های کار خود را به صورت مقاله و کتاب انتشار دادند. در همین قرن ها بود که دانشهای های تازه ای به نام دینشناسی علمی و دینشناسی تطبیقی یا مقایسه ای پدید آمدند جامعه شناسان از این نظر به بررسی در مورد دین و مذهب پرداختند که آن را پدیده اجتماعی می دانند. از آنجا که موضوع مورد بررسی در علم مردم شناسی یا آنتروپولوژی مطالعه افکار، اندیشه ها و دگرگونی های فرهنگی انسان از دوران پیش از تاریخ تا انسان امروزی است مردم شناسان نیز به پژوهش درباره دین و مذهب پرداختند دانش دیگری که به بررسی در مورد دین سخت علاقه است، روانشناسی است روانشناسی به بررسی و پژوهش پندار و رفتار انسان می و از این نظر بررسی های مربوط به اندیشه ها و آین های دینی و مذهبی در آن دارای اهمیت ویژه است در دنیای امروز ما در بیشتر کشورها و جامعه های جهان جز در سرزمین های سوسیالیستی دین و مذهب یکی از نیرومندترین و نمایانترین پدیده های اجتماعی سیاسی به شمار می روید. با وجود اینکه در چند قرن گذشته علم و دانش با گام های قولاسایی به پیش رفته اند و اشتباه بودن بسیاری از اندیشه های دینی ثابت شده است اما هنوز هم در بسیاری از جامعه های جهان حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی هواداران دین و مذهب بسیار نیرومندند و رهبران مذهبی در این سرزمینها قدرت فراوانی دارند در کشور ما ایران نیز در بیشتر دوران تاریخ طولانی آن دین و مذهب پدیده بسیار نیرومندی بوده و رهبران مذهبی از قدرت فراوان اجتماعی سیاسی بهرهمند بودند در برخی از دورانهای تاریخ ایران قدرت رهبران روحانی از حاکمان و فرمان بیشتر بوده به عنوان نمونه در دوران صفویان و قاجاریان ملایان بزرگترین نیروی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور بودند. پس از آنکه انقلاب مردم ایران به شدت دوچار آفت آخون زدگی شد گروههایی در لباس روحانی و به اسم دین و مذهب رفته رفته به بزرگترین و سپس به تنها نیروی سیاسی اجتماعی کشور تبدیل شدند و این آفت زدگی که نوعی سرطان ملی است هنوز هم ادامه دارد جنایت ها، آدم کشی ها و ستمگری های بیشمار گروهی که خود را روحانی می نامند و به نام دین و مذهب در کشور ما حکومت می کنند سبب شده است تا بسیاری از همیهنان ما نسبت به پدیده دین سخت بدگمان و بدبین شوند و گرایش های روی گردانی از دین و مذهب در آنان نمایان شود. اما گروه های بسیاری دیگر از مردم ما میگویند که این جنایتکاران روحانی نمایانی بیش نیستند و دین برای راهنمایی و خوشبختی انسان بر روی کره زمین آمده است نه برای کشت و کشتار مردم به دست یکدیگر ایرانیان هوادار دین و مذهب از اسلام راستین سخن میگویند و کیش و آین روحانیون حاکم بر ایران را اسلام دروغین می آنچه بدون تردید و با اطمینان بسیار می توان گفت این است که میزان آگاهی و معلومات علمی توده های مردم ایران و حتی درس خانده های میهن ما در مورد پدیده دین و مذهب بسیار کم است حتی شاید بسیاری از دانشگاه رفته های ایران نیز نام رشته های علمی چون دینشناسی و دینشناسی تطبیقی را نشنیدند. میزان اطلاعات بسیاری از ایرانیان از حد درس قرآن و شرعیات که در دبستان و دبیرستان در سطحی بسیار خنده آور درس داده می شود، بالاتر نرفته است. هدف از این نوشتار هواداری از یک دین یا مخالفت با کیش و آین دیگر نیست بلکه کوشش خواهد شد تا به خلاصه ترین شیوه ممکن پدیده دین را با استفاده از روش های علمی فقط به عنوان یک پدیده مورد گفتگو قرار داد دین چیست؟ تعریف واژه دین و اینکه بگوییم دین چیست بسیار دشوار است دلیل دشواری تعریف پدیده دین وجود دینهای بسیار گوناگون و تفاوتهای ژرف و گسترده در اندیشه ها و باورهای دینی است برخی از پژوهشگران و فیلسوفان که گرایش های مذهبی داشتند دین را پدیده آسمانی تعریف کردند که از سوی خدا وحی و یا الهام شده است خب این تعریف علمی نیست و نارسایی آن زمانی آشکار می شود که برخی از دینهای بزرگ و جهانگیر خود را پدیده ای آسمانی نمی دانند و به وجود خدا اعتقادی ندارند برای نمونه دینهای بزرگی چون بوداگرایی، هندوگرایی و کنفسیوسگرایی خود را دینهای زمینی یا این جهانی می دانند. در این دینها از خدا نام و نشانی نیست و گفتگویی از وحی و الهام به میان نیامده است. یکی دیگر از دلایل دشواری های تعریف کامل دین در این نکته خلاصه می شود که دانشمندان رشته های گوناگونی مانند دین شناسی، مردم شناسی، شناسی و روان شناسی دین را با توجه به رشته علمی ویژه خود تعریف می کنند و در تعریف آنان بازتاب برداشت های شخصی و فردی نیز دیده می شود. برای نمونه الهیون یا تئولوژیست ها دین را علوم الهی می نامند که از سوی آفریننده جهان به پیامبران الهام شده است در حالی که برخی از فیلسوفان و به ویژه اندیشمندان مادگرا دین را تا حد مجموعه از اندیشه های خرافی و نظریه های بی اساس پایین می آورند. برخی از جامعه شناسان دین را جلوه بزرگ ارزش های انسانی اعلام می کنند و در برابر آنها فروید روانکاو بزرگ اتریشی می گوید دین نوعی بیماری روانی در سطح جهانی است. رهبران و پیروان سه دین تک خدایی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام پدیده دین را بزرگترین عامل پیشرفت نوع بشر خواندند و در برابر آن فیلسوفانی هم هستند که آن را ترمز تمدن یا همچون مارکس فیلسوف آلمانی دین را تریاک توده ها نامیدند بنابراین به دست آوردن تعریف جامع و کاملی از دین که مورد پذیرش کارشناسان رشته های گوناگون علمی از یک سو و مورد قبول هواداران دین گوناگون باشد بسیار دشوار و شاید هم چنین تعریفی بالکل دست نیافتنی باشد با تمام این ها در هشت دین بزرگ جهان یعنی یهودیت، هندوگرایی، بوداگرایی، شینتوگرایی، کنفسیوسگرایی، تاوگرایی، مسیحیت و اسلام جلوه ها و اندیشه هایی وجود دارند که شبیه یکدیگرند. در تمام این دین های هشتگان و بزرگ با شدت بیشتر یا کمتر اعتقاد به نیروی مرموز و یا جهان غیب و مانند آنها وجود دارد اندیشه های مربوط به وجود روح نیز بعدها از دگرگون شدن و تکامل همین نیروی مرموز یا جهان غیب پدید آمد. علاوه بر وجود این اندیشه همگانی در دینهای هشتگان و بزرگ جهان پدیده نیایش و انجام دادن یک رشته اعمال گوناگون نیز دیده می شود و از تکامل و دگرگونی این پدیده نیایش بعد از گذشته هزاران سال آداب و مراسم بسیار مفصل و پیچیده دینی و مذهبی پدید آمدند پیدایش دین قرن 19 میلادی را باید قرن پژوهش درباره دین نامید از آغاز همین قرن است که دانشمندان رشته های گوناگون علوم انسانی و به ویژه جامعه شناسی و روانشناسی به بررسی های جرف درباره چگونگی پیدایش دین در دوران پیش از تاریخ بشر و نقش دین در زندگی انسان پرداختند دانشمندان دانش نوخواسته مردم شناسه نیز به پژوهش درباره طرز زندگی، اندیشه ها و فرهنگ قبیله های بدوی در نقاط دور از تمدن کره زمین پرداختند و رفته رفته چگونگی پیدایش و تکامل دین و مذهب روشن شد. دانشمند آلمانی به نام ماکس مولر که از او به عنوان بنیانگذار دینشناسی مقایسه یاد می شود به بررسی های در مورد چگونگی پیدایش نخستین اندیشه های دینی بشر پرداخت وی گفت که اندیشه های دینی در نوع انسان با برداشت ها و تصورات انسان های پیش از تاریخ درباره طبیعت و نیروهای طبیعی آغاز می شود. مولر گفت که انسان های پیش از تاریخ و آدم های قبیله های نیمه بحشی که همکنون در برخی از سرزمین ها زندگی می کنند به نیروهایی که در طبیعت وجود دارند شخصیت می دهند. به عنوان نمونه برای پدیده هایی در طبیعت چون کوه، آسمان و دریا نیروهای مرموزی در نظر می گیرند و آنها را صاحب قدرت برتر از انسان می وی و یفزود نخستین بشرهایی که بر روی کره زمین نمایان شدند از این نیروها به شدت حساب می بردند و به پرستش آنان پرداختند مولر میگوید اعتقاد به وجود روح و اینکه مردگان به صورت روح به زندگی ادامه میدهند یکی از باستانی ترین و کهن باورهای انسان به شمار می روید. هربرت اسپنسر فیلسوف انگلیسی میگوید آغاز اندیشه های دینی و تولد دین را باید در موضوع خواب دیدن یا رویا جستجو کرد. نیاپرستی یا پرستیدن روح اجداد یکی از کهن‌ترین باورهای دینی است این فیلسوف میافزاید، بشر اولیه که مردگان خود را به خواب می‌دید طبیعی است که به این نتیجه برسد که مردگان هنوز به نوعی دیگر به زندگی ادامه می‌دهند و گرچه به ظاهر ناپدید شده‌اند اما وجود دارند و در رویاهای آنان ظاهر می‌شوند ریشه اعتقاد به باقی ماندن روح پس از مرگ را در رویاهای انسانهای پیش از تاریخ باید جستجو کرد نخستین موجوداتی که بشر اولیه به پرستش آنها پرداخت همین ارواح مردگان پدران، مادران و بزرگان قوم و قبیله بودند اسپنسر پایه نظرهای مربوط به نیاپرستی یا پرستش نیاکان را بر افسانهها ها و داستانهای یونان و روم باستان می گذارد و از اسطوره ها یا افسانههای های کهن ابریان یا یهودیان باستان نیز استفاده کرده است این فیلسوف می گوید بشر اولیه نه تنها به ارواح مردگان خود احترام میگذاشت بلکه به شدت از آنها میترسید وی ترس و وحشت را یکی از مایه های اساسی بسیاری از دینها و مذاهب میداند ادوارد تایلر مردمشناس انگلیسی نیز می گوید اجداد باستانی بشر و انسانهای نیمه وحشی امروز نیز نه تنها برای جانداران اعتقاد به روح دارند بلکه سنگ، کوه، دریا و بیابان را نیز دارای روح می دانند. این دانشمند نیز به این نتیجه رسیده است که سرچشمه اعتقاد به وجود روح را در خوابها یا رویاهای انسان پیش از تاریخ باید جستجو کرد. باید یادآور شد که تعریف واژه دین از این نظر بسیار دشوار است که اگر آن را پدیدهای آسمانی بنامیم دینهای بزرگی وجود دارند که به هیچ روی خود را آسمانی یا آن جهانی نمی دانند. و اگر دین را پدیده ای اجتماعی انسانی بشناسیم دین های بزرگ تک خدایی خود را آسمانی یا الهی خواندند و خاصگاه دین را عالم غیب می دانند. از سوی دیگر گوناگونی اندیشه های دینی به اندازه است که دست یافتن به تعریفی روشن را بسیار دشوار می کنند. با تمام اینها بسیاری از دانشمندان رشته های گوناگونی مثل مردم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و دینشناسی دین را پدیده اجتماعی انسانی تعریف کردند که در آغاز اندیشه ها و افکاری ساده و ابتدایی بوده و پس از گذشته هزاران سال به مانند سایر پدیده های اجتماعی انسانی دگرگون شده و راه تکامل خود را پیموده است ریشه اندیشه های دینی بررسی های علمی و مطالعه های مردم شناسان، روان شناسان و جامعه شناسان نشان دادند که شیوه زندگی و طرز فکر انسان های پیش از تاریخ از بسیاری جهتها ها نظیر شیوه های زندگی و اندیشه های مردم قبیله های نیمه کنونی بوده است. در واقع می توان مردم قبیله های نیمهوحشی امروزی را انسان های زنده پیش از تاریخ نامید. پژوهش های علمی ثابت کردند که در مورد این انسان ها نخستین اندیشه هایی که میتوان آنها را اندیشه های دینی نامید یا ریشه عاطفی احساسی دارند و یا سرچشمه فکری برداشتی، ویلهم بوندت روانشناس مشهور آلمانی میگوید ریشه اندیشه های دینی را باید در ترس و وحشت جستجو کرد وی می که سرچشمه بسیاری از آین ها و رسم های دینی در نخستین انسان های پیش از تاریخ و همچنین در مورد آدم های قبیله های ابتدایی امروزی غلبه بر ترس و درخواست مهربانی از نیروهای مرموز طبیعت است. یکی دیگر از روانشناسان به نام مارت نیز ریشه اندیشه ها و افکار دینی را عواطف و احساسات گوناگون بشر اولیه و به ویژه احساس ترس و وحشت می دانند. بسیاری از روانشناسان میگویند که در طبیعت پدیده های ترسناکی چون آتشفشان، فشان، رد و برق، طوفان، بیماری و مرگ سبب ترس و وحشت نخستین انسان ها شده و اولین اندیشه های دینی برای غلبه بر این ترس ها و نخستین افکار دینی برای چارجویی در برابر این پدیده های طبیعی به وجود آمدند. یکی از بزرگترین دینشناسان جهان به نام جیمز فریزر میگوید نخستین بنیانگذاران اندیشه های دینی در دوران انسان های اولیه گروهی از این انسان ها بودند که می توانیم آنها را جادوگران یا ساهران دوران خود بنامیم. این جادوگران و ساهران نه تنها پدیده های ترسناک و وحشتاوری را که موجب بیم و حراس مردم می شدند می شناختند بلکه ادعا می کردند که شیوه جلب محبت و رامسازی پدیده های ترسناک را نیز می دانند. این دینشناسان می در زمانهای بسیار دراز در دوران پیش از تاریخ دین و جادوگری و آنچه سحر و افسون نامیده می شود با هم یکی بوده و جدایی ناپذیر بودند در دورانهای بشر اولیه و قبیله های ابتدایی و نیمه بحشی امروزی دین به معنای امروزی خود وجود نداشته و ندارد روحانیون دورانهای پیش از تاریخ بشر، ساهر، جادوگر، افسونگر و تلسم بودند که به مرور زمان تبدیل به روحانی که امروز ما میشناسیم شدند. این جادوگران حتی حکیم یا طبیب جامعه خود نیز بودند و میکوشیدند تا با خواندن وردها و چرخ زدن به دور بیمار او را درمان کنند بعد از گذشت قرنها از تکامل و دگرگونی طبقه ساهر یا افزونگر نخستین روحانیون دوران باستان در بیشتر کشورهای جهان پدید آمدند دینشناسان میگویند در بسیاری از سرزمین جهان در دوران باستان نگهبانان دین مردانی دارنده قدرت های غیر طبیعی و فوق انسانی در نظر گرفته می شوند. این نگهبانان دینی از نظر مردم با عالم غیب و دنیای ارواح ارتباط داشتند و برای نمونه می توانستند طوفان یا آتشفشان را آرام کنند یا بیماری را که در حال جان دادن بود شفا دهند به همین دلیل بسیاری از مردم در زمان پیدایش پیام‌آوران بزرگ از آنان توقع اعجاز یا انتظار نمایش معجزه داشتند زیرا می پنداشتند که بزرگان دینی باید نیروهای فوق بشری داشته باشند. برای نمونه مسلمانان نیز بزرگان دین زرتشت را مجوس می نامیدند و آنان را ساهر و جادوگر می دانستند. ویلیام جیمز روانشناس بزرگ آمریکایی نیز خاصگاه اندیشه های دینی را اعتقاد به وجود نیروهای مرموز یا غیبی در طبیعت می داند. این روانشناس می گوید از دیدگاه بشر اولیه و از نظر مردم قبیله های غیر متمدن این نیروهای مرموز و غیبی بر زندگی و سرنوشت انسان اثر میگذارند و قدرت یا توانایی آنها قدرتی فوق بشر است بسیاری از روانشناسان دین را نوعی نیاز روانی انسانهای اولیه میدانند ریشه این نیاز روانی برای فرار از ترس و وحشت و هدف آن نیز جستجوی پناهگاه و پشتیبان است یکی از بنیانگذاران علم جامعه شناسی امروز به نام امیل دورکایم میگوید دین پدیده است جهانی این پدیده فرهنگی در تمام جوامع بشر پدید آمده و پس از گذشت هزاران سال به شکلهای گوناگونی در سراسر جهان تکامل یافته است. از آن زمان که نخستین گروه های انسان نخستین جامعه خود را پدید آوردند به این نتیجه رسیدند که در بیرون از جامعه آنان نیروهایی وجود دارند که بر جامعه آنان حکم فرمایی می کنند میزان توانایی این نیروها آنچنان زیاد است که باید از آنان اطاعت کرد و به هر ترتیب که شده دلشان را به دست آورد تا با افراد جامعه مهربان باشند زیگموند فروید روانکاو نیز سرچشمه پیدایش پدیده دین را نیازهای روانی عاطفی می‌داند. وی میگوید از زمانی که کودک به وجود پدر و مادر خود پی میبرد برای ادامه زندگی خود نیازمند مهر و محبت و پشتیبانی آنهاست در نظر کودک پدرش نیرومندترین عامل جلوه می کند و در برابر او خود را کوچک درمانده و ناچیز می داند. بعدها که کودک به نوجوان و جوان تبدیل می شود قدرت ها و توانایی های پدر را به نام خدا انتقال می دهد و در برابر این قدرت عظیم خود را کوچک، درمانده و ناچیز می بیند. خدایان پیش از تاریخ برخی از مردم شناسان و دین شناسان قدمت یا کهنگی اندیشه ها و باورهای دینی را به بیش از دو میلیون و پانصد هزار سال پیش میدانند. این دانشمندان میگویند از زمانی که بشر به اندیشیدن درباره خود و محیط زندگیش پرداخت اندیشه های دینی نیز آغاز شدند. پدیده چون تولد، بیماری، مرگ، طوفان، باران، آتش فشان و صدها پدیده طبیعی دیگر انسانهای پیش از تاریخ را به اندیشیدن واداشت و برداشتهای او از این پدیده ها افکار دینی را پدید آوردند نخستین انسان کره زمین در هر سرزمینی که زندگی می کردند به زودی دریافتند که همه چیز بر وفق مراد نیست طوفان و باد شدید زندگیشان را در هم میکوبد باران تند و سیلاسا همه چیز را با خود میبرد جانوران وحشی و نیرومندتر آنان را میدرند بیماری و گرسنگی به گورشان می مردگان آنان را رها نمی کنند و به خوابشان می و گرچه در مجموع می توانند به زندگی ادامه دهند اما نیروهای خطرناک چنگ و دندان نشان میدهند و باید چاره ای اندشی بررسی های علمی در باورهای انسان های پیش از تاریخ و همچنین در اندیشه های آدم های نیمه بحشی امروز نشان دادند که اعتقاد به وجود نیروهای مرموز و قدرت های ناپیدا در طبیعت و در محیط زندگی انسان به آسانی در مغز بشر جا گرفت در بیشتر جوامع امروزی جهان بررسی و مطالعه در افسانه های پیش از تاریخ کشورهای گوناگون و پژوهش در مورد اسطوره ها ثابت می کند که مردم این سرزمین ها به وجود خدایان اعتقاد داشتند این خدایان مظهر یا نماد پدیده های طبیعی و جلوه های گوناگون بودند برخی از خدایان مرد، برخی از آنان زن یا الهه، گروهی حیوان مانند و برخی دیگر انسان مانند بودند. برای نمونه، در اسطوره‌های های یونانی بیش از دوازده خدا وجود دارد. این خدایان با وجود نیروی بسیار گاهی دارای ها و زبونی های انسان مانند نیز بودند، گاهی به شدت حسادت می کرده و زمانی نیز دوچار درد و بدبختی می شودند. این خدایان ازدواج می کرده و صاحب فرزند نیز می شودند. برای نمونه زئوس یا خدای خدایان زن می گیرد و صاحب پسری به نام آپولو می شود. آفرودیت الهه عشق بوده و آرس خدای جنگ و کشتار. آرتمیس الهه شکار بوده و دیوتیس خدای شراب سومریان و بابلیان که دینشان منقرض شده خدایان آسمان، خورشید، زمین، رستنی ها، رود، ماه و مانند آنها داشتند مصریان خدایان حیوان مانند و انسانوار داشتند تات که پرنده میمون مانندی بوده خدای دانایی و بس یا شیر کوتوله خدای شادی بوده است تعداد خدایان در دینهای گوناگون مردمان پیش از تاریخ و دورانهای باستانی بسیار زیاد است هر پدیده‌ای در طبیعت شخصیت یا روح جداگانه ای داشته و خدا یا الهه شمرده می شده است. تکامل و دگرگونی دین ها. بررسی های علمی و پژوهش در مورد هشت دین بزرگ جهانی یعنی یهودیت، هندوگرایی، بوداگرایی، تاگرایی، کنفسیوسگرایی، شینتوگرایی، مسیحیت و اسلام به روشنی نشان دادند که تمامی این ادیان بزرگ در آغاز بسیار ساده بودند و با گذشت زمان راه تکامل را پیمودند هزاران سال پیش از آنکه دین بزرگی پدید آید، باورها، آینها و اصول آن به صورت پراکنده و ابتدایی وجود داشته و با گذشت زمان گردآوری شدند. برای نمونه یهودیت که یکی از باستانی ترین و کهنترین نمونه دینهای زنده جهان به شمار می رود در طول مدت چندین هزار سال تدوین و گردآوری شده و در طی دورانی بسیار طولانی در حال تکامل و شکل گرفتن بوده است. قرنها پیش از آنکه یکی از بزرگان و تدوین کنندگان این دین به نام ابراهیم در حدود 1700 سال پیش از تولد مسیح به گردآوری باورهای این دین بپردازد آنچه به نام یهوه یا یهوه گرایی نامیده می شود به صورت اندیشه ابتدایی وجود داشته است هندوگرایی که یکی دیگر از کوهندترین دینهای زنده به شمار می رود دینیست بدون آور و غیر آسمانی این دین نیز پس از گذشت هزاران سال راه دیگرگونی، تکامل و مدون شدن را پیموده تا به شکل کنونی خود درآمده است بوداگرایی از تجدید نظر در آین هندوگرایی پدید آمده و بنیانگذار آن بودا دیگرگونی های بزرگی در آن پدید آورده است بررسی ها و پجوهش های جامعه شناسان و مردم شناسان به روشنی نشان دادند که پدیده دین به مانند بسیاری از پدیده های اجتماعی انسانی پیوسته در حال تغییر و دگرگونی بوده بزرگترین و ویژگی تمام ادیان و مذاهب زندگی بزرگ جهان ویژگی تکامل پذیری از حالتهای خام و ابتدایی به حالتهای پیچیده تر و تکامل یافته تر است بی خدایی، چند خدایی و تک خدایی در دین ترین دینهای سرزمینها و قومهای باستانی جهان نام و نشانی از خدا به معنای امروزی آن دیده نمی شود. نخستین انسانهای پیش از تاریخ به نیروهای غیبی، اشیاء اسرارآمیز و روح اعتقاد داشتند و حتی سنگ و کوه را نیز دارای روح یا جان می دانستند. همانطور که در گفتارهای پیش نیز اشاره شد حتی دینهای بزرگی چون بوداگرایی، هندوگرایی و کنفوسیوسگرایی دینهایی بی خدا هستند و خود را غیر آسمانی می دانند. باورهای مربوط به چند خدایی با وجود خدایان و الهه ها با گذشت زمان از تکامل اندیشه های مربوط به وجود اشباه و ارواح در طبیعت پدید آمدند. این اشباح و ارواح گوناگون بر پدیده های گوناگون طبیعت و بر انسان نظارت و فرمان ربایی داشتند و از قدرت ها و توانایی های ای برخوردار بودند در باورهای مصریان باستان، کلدانیان و یونانیان باستان اعتقاد به وجود خدایان بسیار یا چند خدایی دیده می شود. بخش بسیار بزرگی از داستانهای ادبی قومهای باستانی و متمدن سرگذشت این خدایان و الههها و داستان زندگی آنهاست که به صورت استوره هماسه و افسانه به یادگار مانده و به آن استور شناسی یا میتولوژی میگویند و سرانجام باورهای مربوط به یکتاپرستی یا وجود خدای یگانه و بیهمتا نیز از تکامل و پیشرفت اندیشه های مربوط به چند خدایی پدید آمده است بررسی عمیق و شناخت دقیق چگونگی تکامل اندیشه های دینی از بی خدایی به چند خدایی و در پایان به باور تک خدایی یا یک تا به آسانی نشان می دهد که دین پدیده انسانی است و از افکار و اندیشه های درون مغز انسان سرچشمه می گیرد. در درون اندیشه های بی خدایی، چند خدایی و تک خدایی نیز هر یک به طور جداگانه تکامل و دگرگونی اندیشه های مربوط به روح یا اشباه، حدود توانایی ها و ضعف های خدایان و در پایان حالت تکامل در اندیشه مربوط به عظمت خدای یکتا به روشنی تمام دیده می شود. برای نمونه خدایان مصریان و یونانیان ویژگی موجودات زورمند را دارند که از انسان نیرومندتر است با گذشت قرنها از تکامل این قهرمانان و زورمندان خدایان پدید آمدند در برخی از دینهای چند خدایی برخی از خدایان از سایرین بزرگتر و نیرومندترند برای نمونه زئوس نیرومندترین و بزرگترین خدا یا خدای خدایان شمرده می شود و به این ترتیب پایه های اندیشه تکامل یافته مربوط به خدای بزرگ نیز همینجا گذاشته می شود برخی از دینشناسان مسیحیت را دینی چند خدایی می نامند، که بنابر آن خدای بزرگ عیسی مسیح فرزند خدا و نیروی دیگری به نام روح القدس از بزرگترین مقدسات به شمار می روند واژه تسلیس یا خدایی نیز به خاطر این سه قدرت بزرگ که حالت خدایی دارند به کار رفته است برخی دیگر دین زرتشت را دین تک خدایی نمی دانند زیرا در آن اهورامزدا یا خدای دانا با اهریمن در نبرد است و این دو نیروی بزرگ بر جهان فرمان روایی می کنند اما در پایان اهورا بر اهریمن چیره خواهد شد و نیروی یک تا بر جهان فرمان خواهد راند. پیش از پیدایش زرتشت ایرانیان باستان از کیش و آین چند خدایی پیروی می کردند. پس از گذشت زمان و در نتیجه دگرگونی و تکامل اندیشه های چند خدایی خدایان بشر دوست در وجود اهورا و خدایان ضد انسان در قالب اهریمن خلاصه شدند در دین اسلام خدای واحد با فرمانروای عالم هستی در واژه الله خلاصه می شبد. در هندوگرایی رحمن همان روح بزرگ جهان هستی است گرچه این روح بزرگ صفات و ویژگی های خدایی و نیایشی ندارد اما بزرگترین حقیقت سراسر عالم است در دین بودا نیروانا همان روح ناب یا روان مطلق است و هدف از زندگی پیوستن به آن و یکی شدن با آن به شمار می رود. در یهودیت نیز یهوه یا یهوه نماد یا مظهر دانایی حکمت قدرت و بزرگی است که بر جهان فرمان میراند از جادوگر قبیله تا پاپ بررسی ها و پجوهش های دینشناسان و مردم شناسان در بین قبیله های ساکن شمال اسکاندیناوی، سیبری، قرقیز ها و به اسکیموها ها نشان داده است که در این قبیله های دور افتاده که زندگی انسان های پیش از تاریخ را زنده می کنند آدم هایی وجود دارند که آنها را شمن می نامند. شمن رئیس قبیله نیست بلکه افراد قبیله به خاطر نیروها و توانایی های عجیبی که به وی نسبت داده می شود به او احترام می گذارند و از او حرف شنوی دارند. شمن کسی است که میگوید با عالم غیب رابطه دارد میتواند با ارواح مردگان رابطه برقرار کند به بسیاری از اسرار ناشناخته آگاه است میتواند جنها و دیوها را فراری دهد و آنها را از بدن کسی که بیمار شده وادار به فرار کند شمنها به حرکات عجیبی دست میزنند به عالم خلصه و بیخبری سفر می کنند های بسیار می دانند و می توانند رعد و برق و طوفان را آرام کنند موجب پیروزی در شکار شوند و با خواندن وردها یا انجام دادن مراسمی موجبات شکست دشمن قبیله را نیز فراهم آورند شمنها بعضی مکانها را مقدس و برخی را ترسناک و ممنوع اعلام می کنند برخی جانوران را محترم و مقدس و گروهی دیگر را نجس و حرام میدانند. در واقع می توان گفت که شمنها نخستین روحانیون دورانهای پیش از تاریخ انسان به شمار می روند. کسانی که بعدها در درون قوم و قبیله خود به نام ساهران یا جادوگران مشهور شدند و نیروهای فوق انسانی به آنها نسبت داده شد از تکامل همین شمنها پدید آمدند با گذشت زمان از دیگرگونی و تکامل ساهران، جادوگران، تلسم بندان و حکیمان قوم و قبیله نخستین روحانیون پدید آمدند و به این ترتیب طبقه روحانی در بسیاری از سرزمین های متمدن دوران های پیش از تاریخ در هر جامعه پدید آمد هزاران سال پیش از آن که دین های بزرگ و زنده امروزی به صورت مدون و کنونی خود درآیند اندیشه های دینی در قوم ها و قبیله های گوناگون در حال شکل گرفتن و تکامل بودند و در هر سرزمینی از گردآوری این اندیشه ها باورها رسم ها و آیین های باستانی دین های کنونی پدید آمدند نگهبانان پخش کنندگان و بزرگان این باورها همان روحانیونی بودند که سرچشمه پیدایش کاهنان، خاخامها، موبدان، برهمنان، کشیشان، ملایان و مانند آنها شدند. این روحانیون در بیشتر سرزمین های جهان و تمدنهای گوناگون چه در دورانهای پیش از تاریخ و چه پس از آن یکی از نیرومندترین طبقه های اجتماعی خود به شمار می رفتند. این روحانیون گاهی فرمان روایان زمان خود و زمانی دیگر نیز بزرگترین متحد فرمان روایان و حاکمان بودند برای نمونه مصریان باستان فرمانروای بزرگ یا فرعون را پسر خدا می دانستند و برای فرعون ها نیروهای خدایی در نظر می گرفتند فرعون روحانی بزرگ و رابط انسان با خدایان به شمار می رفت در ژاپن امپراتور را نوعی خدا می دانستند و تا پیش از پایان جنگ جهانی دوم امپراتور ژاپن مقام خدایی داشت در بسیاری از سرزمین های جهان مقام های دینی از چنان قدرتی برخوردار بودند که فرمان را فرستاده خدایان یا نیم خدا اعلام می کردند. روحانیون جامعه فرمان را آنچنان مقدس جلوه می دادند که سرپیچی از دستورات او در اندیشه هیچ کس نمی گنجی. کشورهایی چون چین و هند و برخی از سرزمین های خاور میانه را میتوان منطقه های خیز جهان نامید. خاصگاه دینهای بزرگی چون هندوگرایی و بوداگرایی، کشور هند و زادگاه کنفسیوسگرایی و تاوگرایی چین بوده است، سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام چون از خاور میانه برخواستند به نام دینهای خاور نیز نامیده می شوند. همانطور که پیشتر هم اشاره شد پیدایش هیچ یک از ادیان بزرگ و جهانگیر ناگهانی و بدون مقدمه نبوده و این دینها هزاران سال در حال شکل گرفتن و پیمودن راه تکامل بودند برخی از این ها از تجدید نظر در دینهای قدیم تر به وجود آمدند دین هندی و چینی دین بیشتر مردم هند هندوگرایی یکی از کههنترین و باستانی ترین دین های زنده جهان به شمار می رود این دین بنیانگذار ندارد و کسی خود را به عنوان پیام آن اعلام نکرده است اندیشه ها و باورهایی که بعدها از گردآوری و تدوین آنها هندوگرایی پدید آمد هزاران سال میان مردم هند باستان وجود داشته و سینه به سینه منتقل می شده است دینشناسان آغاز تدوین یا پیدایش اصول این دین را حدود 1900 سال پیش از تولد حضرت مسیح می دانند. یکی از باستانی ترین کتاب های دینی که در آن اندیشه های هندوگرایی گردآوری شده وداها نام دارد که کتاب مقدس هندویان به شمار می رود. گردآوری و تدوین این کتاب بیش از هزار سال به طول انجامیده است. برخی از دینشناسان هندوگرایی را دین طبیعت پرستی نیز نامیدند زیرا در این دین برای نیروهای طبیعی خدایانی وجود دارند که پرستیدنی به شمار می روند. در این دین روح جهان هستی برحمن یا برهما نامیده می شود. از نظر پیروان هندوگرایی برهمن برای فکر بشر ناشناختنی و درک آن امکان ناپذیر است برهمن دست نیافتنی است و به سرنوشت انسان علاقه ندارد و در کار او دخالتی هم نمی کند در هندوگرایی وجود روح یکی از باورهای اساسی است و پیروان این دین جاودانگی روح را باور دارند جهان هستی و از جمله انسان پس از مرگ روحش باقی میماند و به صورتی دیگر ادامه زندگی می دهد. این پدیده یا چنین اندیشه ای اصل حلول ارواح نامیده می شود اگر انسان در زندگی نیکوکار باشد زندگی دوباره او بهتر و پر پرآرامشتر خواهد بود پس از چندین حلول خوب در نتیجه نیکوکاری در زندگی های بعدی انسان به آرامش مطلق دست خواهد یافت هدف از زندگی نیز دستیابی به نیروانا یا کمال و آسایش است. هندوگرایی در نتیجه گذشته زمان و در سرزمین پهناور هند دوچار دگرگونی ها و تغییرهای بسیار زیادی شده و اندیشه های خرافی و بی اساس پایان ناپذیری در آن راه یافته است بنابر باورهای هندوگرایی به رحمنان یا روحانیون جامعه بالاترین و شایسته مردمان شناخته می شوند. پس از آنان شاهزادگان فرماندهان و جنگجویان قرار داشتند مقام بازرگانان و پیشوران از مردم عادی بالاتر و مردمان فقیر نادان و نجس نامیده میشوند هندوگرایی دینی به شدت طبقاتی است و روحانیون نخبگان یا برگزیدگان جامعه به شمار میروند بوداگرایی یا دین بودا از تجدید نظر در هندوگرایی پدید آمد و به این ترتیب شاخه ای از آن دین باستانی به شمار می آید زادگاه بوداگرایی سرزمین هند است زیرا بودا شاهزاده ای هندی بود که حدود 500 سال پیش از میلاد مسیح در آن کشور زندگی می کرد. واژه بودا به معنای دانا خردمند حکیم آگاه یا روشن روان است و برای این مفاهیم ارزش بسیاری در نظر گرفته می شود بودا که شاهزاده بود به زندگی اشرافی و این جهانی پشت پا زد و بر ضد بسیاری از اصول هندوگرایی پرچم شورش برافراشت وی به شدت مخالف طبقه بندی مردم جامعه و بر ضد پرستش خدایان طبیعی بود بودا با قدرت بیچون و چرای طبقه روحانی به مخالفت پرداخت و آنان را دارای نیروهای فوق بشری نمی دانست. وی هدف از دین را رستگاری یا رسیدن به آرامش مطلق و کمال یا نیروانا می دانست. بودا اصل بزرگ زندگی را دستیابی به آرامش درونی میدانست. در هیچ دین دیگری به اندازه بوداگرایی در مورد رسیدن به آرامش، مهربانی و میانه روی تاکید نشده است. هدف بزرگ این دین رهایی از درد و رنج، بی توجهی به نیازهای بدنی و هوس‌ها اعلام شده است. باید خوبی ها و بدی ها را با آرامش پذیرفت و به نیکوکاری پرداخت از دید روانشناسی آموزه های بودا بر اساس درون استوار شده است برخی از دینشناسان بوداگرایی را فلسفی ترین،, ترین و آزادترین دین جهان شناختند بودا که نام واقعی او شاهزاده گوتاما بود پس از ترک پایگاه اجتماعی خود شش سال سرگردان بود و مدت چهل و پنج سال به آموزش فلسفه و باورهای خود پرداخت اندیشه های وی با گذشت زمان در کشور هند گسترش یافت و سه قرن پس از مرگش به دینی رسمی در هند تبدیل شد دین بودا نیز پس از مرگ او و با گذشت زمان دستخوش دیگرگونی ها و دستگاری های بیش از اندازه شد و اندیشه های خرافی و گمراه کننده بسیاری به آن راه یافت بسیاری از وی خدا ساختند پرستشگاه های بسیار بنا کردند مجسمه های قول پیکر از او پدید آوردند و به پرستش خدای سنگی پرداختند بنیانگذار کنفیسیوس گرایی اندیشمندی چینی بود به نام کنفسیوس که در قرن ششم پیش از میلاد مسیح میزیست پیش از این اندیشمند دین بودا و همچنین دین دیگری به نام گرایی در چین رایج بود بنیانگذار گرایی فیلسوفی چینی بود به نام لاوسه که هدف از زندگی را شاد زیستن و جاودانی شدن میدانست در تاگرایی روح جاودانی و فنا ناپذیر دانسته می شود و نوعی کیش و آین چند خدایی است کتاب مقدس این دین یکی از کوتاهترین کتابهای دینی به شمار می رود که 81 شعر کوتاه و بلند را در بر می گیرد این شعرها یا گفته ها بیشتر جنبه های عرفانی و پر رمز و راز دارند و گاهی نیز آموزش های آنها مخالف یکدیگرند به همین دلیل در تعبیر و تفسیر این گفته های دینی و اخلاقی نظرهای بسیار گوناگون و پراکنده ای پدید آمد و خرافات بسیاری در آن راه یافت برخی از شاخه های تاوگرایی کنارگیری از زندگی در این جهان را توصیه می کنند و قیبگویی و جادوگری در آنها رواج بسیار دارد پس از پیدایش انقلاب کمونیستی این دین در چین برچیده شد کنفیسیوس مخالف آموزش های تاگرایی و دین بودا بود و علیه آنها به مبارزه پرداخت کنفیسیوس ادعای پیامآوری نداشت به خدای یک تا بی اعتقاد بود روح را جاودانه نمیدانست و به زندگی در جهان دیگر بی اعتقاد بود پایه دین و اصول آموزش های او را اخلاق و رفتار انسان تشکیل می وی می گفت به پدران و نیاکان باید احترام گذاشت و از هر جهت باید مطیع فرمان و حاکمان بود کنفیسیوس استادی پرقدرت و معلمی بی بود وی بیش از سه هزار شاگرد داشت وی حاکمان و فرمانروایان را پدران و بزرگان جامعه میدانست و از مردم میخواست که از هر جهت از آنان پیروی کنند وی میگفت بگذار حاکمان حکومت کنند و رعایا اطاعت این پند یا آموزش سبب شد تا به شدت مورد توجه فرمان روایان قرار گیرد و به گسترش آموزش های او بپردازند به همین دلیل مدتی بیش از دو هزار سال دین کنفیسیوس دین رسمی چین بود آموزش های این فیلسوف و معلم بخشی از آموزش های رسمی دستگاه آموزش و پرورش چین بود و سرانجام بعد از انقلاب کمونیستی در سال 1949 در چین کنفیسیوس گرایی در آن کشور برچیده شد و آموزش های وی صد راه پیشرفت جامعه اعلام شدند دین ملی ژاپن شینتو گرایی دین ملی ژاپن یا آین بومی این سرزمین به شمار می رود. زیرا زادگاه این دین کشور ژاپن است بنابر اصول این دین سرزمین و مردم ژاپن را خدایان آفریدند بزرگترین و نیرومندترین خدا الهه خورشید است و امپراتور فرزند این الهه است در 660 پیش از میلاد مسیح نخستین امپراتور ژاپن نوه الهه خورشید اعلام شد امپراتور یکی از خدایان به شمار می رود و به همین دلیل پرستیدنی و مقدس است شینتوگرایی در واقع نوعی طبیعت پرستی است روح جانوران، درختان، گیاهان و روح تمام پدیده های دیگر طبیعی مقدس و پرستیدنی هستند در این دین از دنیای دیگر جاودانگی روح و اندیشه های مربوط به رستگاری و رهایی سخن چندانی به میان نیامده است این دین به شدت مورد توجه فرمانروایان و حاکمان واقع شد و به دین ملی و بومی کشور تبدیل گردید در طی هزاران سالی که شینتوگرایی در ژاپن وجود داشت به شدت مورد توجه و پشتیبانی فرمانروایان وقت که امپراتوران ژاپن بودند قرار گرفت زیرا بنابر آموزه های این دین امپراتور مقام خدایی و آسمانی داشت و فرمانهایش میباید بی چون و چرا اجرا می شدند بعد از شکست دولت ژاپن در جنگ جهانی دوم شینتوگرایی به میزان زیادی برچیده شد و امپراتور از مقام خدایی به مقامی تشریفاتی تبدیل شد و سرانجام میرسیم به دینهای تک خدایی جهانگیر و زنده امروزه یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام این ادیان پس از گذشت قرنها از دگرگونی و تکامل اندیشه های بی خدایی و چند خدایی پدید آمدند بررسی سیر حرکت یا جریان تکامل باورهای دینی و مذهبی از آغاز تا امروز به روشنی تمام پیوستگی تمام ادیان بزرگ کنونی و همریشگی آنها را نمایان می سازد. بررسی سرگذشت دین ها و مذاهب جهانی یا مطالعه تاریخ دین ثابت می کند که پدیده‌ای که آن را دین می نامیم به مانند پدیده چون زبان، هنر، ادبیات و مانند آنها پدیده‌ای انسانی اجتماعی است که قانون بزرگ تکامل و دگرگونی بر آن فرمانروایی روایی می کند. بسیاری از مردم شناسان، جامعه شناسان، دین شناسان و روان شناسان که بی توجه به گرایش های دینی و فقط با تکیه بر روش های علمی تاریخی به بررسی و پژوهش درباره چگونگی پیدایش و تکامل دین و مذهب های روی کره زمین پرداخته اند، به این نتیجه رسیده اند که دین خواستگاه آن جهانی و پررمز و راز ندارد سرچشمه پیدایش باورهای دینی و مذهبی فکر و اندیشه انسان است و در مجموع پدیده دین فراورده یا ارمغان جامعه ها اقوام و تمدنهای های گوناگون بوده است دین های تک خدایی تمام دینهای تک خدایی از کشورهای خاور میانه برخواستند و سپس در سراسر جهان گسترش یافتند یهودیت یا یهوگرایی کوهندترین و باستانی ترین دین تک خدایی جهان به شمار می رود. در سرزمین هایی که اندیشه های یهو و گرایی جوان زد پیش از اعتقاد به وجود خدای یگانه اندیشه های بی خدایی و چند خدایی رواج داشت و پیدایش باورهای مربوط به وجود خدای بی ناگهانی و بدون مقدمه نبود از حضرت ابراهیم به عنوان بنیانگذار یا نخستین گردآورنده یه یهودیت یاد می شفت. دوران زندگی او را بین 1900 تا 1700 سال پیش از میلاد مسیح نوشتند ابراهیم قوم های پراکنده بنی اسرائیل را با یکدیگر متحد ساخت و مقدمه پیدایش دین یک پارچه ای را فراهم آورد نوه ابراهیم یعقوب نام داشت و از او دوازده پسر به جاماند و به این ترتیب در قوم بنی اسرائیل دوازده قبیله پدید آمد برخی از این قبیله ها بعدها ساکن مصر باستان شدند و آنان را به بردگی گرفتند حدود 1300 تا 1200 سال پیش از تولد حضرت مسیح یکی از بزرگان این قوم حضرت موسا قوم خود را از مصر به کنعان یا فلسطین کوچ داد این رهبر قوم و قبیله تدوین کننده یکی از نخستین های دینی یا تورات است که از آن با نام قانون های نیز زیاد می شود بسیاری از دینشناسان یهودیت را نخستین دین تک خدای جهان می دانند. ده فرمان موسا که مشهورترین فرمان تاریخ به شمار می رود در این دین جنبه الهامی و آسمانی دارد که از سوی قادر متعال به فرستاده او یعنی موسا وح شده است یهودیت نیز به مانند تمام پدیده های دیگر اجتماعی پس از گذشته قرنها مسیر تکامل خود را پیمود و دگرگونی های بسیاری در آن پدید آمده است برخی از مردم شناسان یهودیت را دین قومی یا دین قبیله‌ای ای که در آن به جنبه های جهانی و چند ملیتی توجهی نشده است و اما مسیحیت که یکی از جهانگیرترین ترین دینهای زنده امروز به شمار می رود از تجدید نظر در یهودیت و از دیگر آن پدید آمد. در واقع برخی از باورهای یهو و گرایی سبب پیدایش کیش و آیین تازه تری شد که به نام بنیانگذار آن حضرت عیسی مسیح به نام مسیحیت نامیده شد. در یهودیت عقیده بر این بود که زمانی نجات دهنده بزرگی ظهور خواهد کرد که مسیحای زمان خواهد بود با پیدایش او جهان سرشار از دادگستری و آرامش خواهد شد پس از ظهور عیسی مسیح بسیاری از یهودیان بر اساس باورهای دینی خود او را به عنوان ناجی و مسیحا شناختند و بر گردش حلقه زدند بزرگترین ویژگی آموزه های مسیحیت تاکید بسیار بر مهربانی، بردباری و برادری انسان هاست. بنابراین مسیحیت دینی از هر جهت مستقل جدا و خود ساخته نیست بلکه از تجدید نظر در یهودیت پدید آمد و بسیاری از نخستین مسیحیان خود را یهودیان اصلاح طلب و پیشرو میدانستند و چنین می پنداشتند که حضرت مسیح همان های موعود پیامآوران و بزرگان یهوهگرایی است مسیحیت نیز در طول 20 قرن که از پیدایش آن گذشته بنابر قانون تکامل و دگرگونی تغییرهای بسیار بزرگی در آن پدید آمده و به مانند هر پدیده دیگر اجتماعی انسانی از هر جهت تابع نیروهای تاریخی و تحت تاثیر عوامل زمانی و مکانی بوده است دین زردوشت یا زرتوشت گرایی هم یکی از ادیان تک خدایی جهان به شمار می رود همانطور که یهودیت را می توان دین قوم بنی اسرائیل نامید کیش و آین زرتوشت نیز دین ملی و باستانی ایرانیان به شمار می رود. برخی از تاریخ شناسان دوران زندگی زرتشت را قرن هفتم پیش از میلاد مسیح میدانند و برخی دیگر از تاریخدانان دوران زندگی او را تا دو هزار سال پیش از میلاد مسیح در نظر گرفتند. کیشوهایین زرتشت از ایران برخاست و در باورهای یهودیت، مسیحیت و اسلام آثار بسیار ژرف و گسترده ای پدید آورد. بنابر اندیشه های این دین اهورامزدا یا دانش آسمانی بر جهان فرمان روایی می کند و سپاه نیکوکاران به فرماندهی او با لشکر اهریمن در نبرد است مظاهر یا نمادهای اهورا به صورت آتش آب و خاک نمایان می شوند و آتش مقدسترین ترین پدیده ی طبیعی به شمار می رود. مخالفان دین زرتشت این دین را کیش یا آین آتش پرستی نامیدند بنابر آموزه های دین زرتشت پیام آور این دین یا زرتشت در سی سالگی نخستین الهام یا وحی را از سوی اهورا مزدا دریافت کرد و در مجموع هفت بار با خدای یگانه رخ به رخ گفتگو کرد آموزه های بزرگ این دین در پندهای گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک خلاصه می شود. وظیفه انسان در زندگی پیوستن به سپاه اهورا و نبرد در برابر اهریمن است. زرتشت علیه آموزش های روحانیون زمان خود شورید و با اندیشه های بی خدایی و چند خدایی آنان به مبارزه پرداخت. بنابر گفته های زرتشت رستگاری انسان به دست خود او صورت خواهد گرفت نه به دست روحانیون مهربانی، راستی و درستی و پرهیزکاری پایه و اساس رستگاری و جاودانگی را فراهم خواهند ساخت با گذشت زمان دگرگونی ها و انحراف های بسیاری در اصول دین زرتوش نیز پدید آمد و روحانیون آن از تعلیمات آن به شدت دور شدند دین زرتشت دینی زنده و جهانگیر به شمار نمی رود اما از نظر تاریخی یکی از باستانی ترین دین های تک خدایی به شمار می رود که بر روی سایر دین های بزرگ و جهانی آثاری بسیار ژرف به جا گذاشته است و اما اسلام تازه ترین و جوان ترین دین تک خدایی جهان که بیش از 600 سال پس از مسیحیت بنیان گذاری شد اسلام دینی ترکیبی است که با یهودیت و مسیحیت خیشاوندی بسیار نزدیکی دارد و با زرتشتگرایی نیز همانندی های بسیار دارد دین اسلام پیام و بزرگان یهودیت و مسیحیت را میپذیرد این دین ها را آسمانی و الهی میشناسد و کیش و آین خود را بهترین و درستترین و آخرین دین آسمانی اعلام میکند بسیاری از اصول اساسی این دین در سه دین تک خدایی دیگر یعنی زرتشتگرایی، یهودیت و مسیحیت نیز دیده می شود و همین نکته بزرگ چگونگی پیدایش اسلام و مسیر تکاملی آن را به روشنی نشان می دهد. آینده دین در بیشتر دورانهای تاریخ و در بیشتر تمدنها کشورها و جامعه های جهان پدیده دین و مذهب یکی از زورمندترین نیروهای جامعه بوده است برای نمونه تا پیش از پایان جنگ جهانی دوم امپراتور ژاپن مقام خدایی داشت و باورهای دینی تنها نیروی بزرگ کشور بود تا چند قرن پیش روحانیون یا نگهبانان دین بر سیاست، اقتصاد و فرهنگ جامعه خود مسلط بودند و بزرگترین قدرت جامعه به شمار می رفتند. برای نمونه در کشورهای اروپایی رهبران مسیحیت از بسیاری جهات جامعه و مردم را اداره می کردند. اما از زمانی که علم و دانش گسترش یافت و آموزش و پرورش اجباری آغاز شد رفته رفته از قدرت دین و مذهب و چیرگی روحانیون بر تمام امور جامعه کاسته شد گسترش علم بزرگترین ضربه را بر قدرت بیچون و چرای دین وارد ساخت کشف کروی بودن زمین و گردش آن به دور خورشید از سوی گالیله در قرن هفدهم میلادی ضربه بر مسیحیت وارد کرد که هنوز هم دین و مذهب از شدت این ضربه کمر راست نکرده است در قرن 19 هم کشف های علمی کاخ با عظمت دین را به بنایی نیمه ویران بدل ساخت برای نمونه اندیشه های داروین سبب بیعتباری باورهای دینی شد در بسیاری از کشورهای سرمایهداری جهان دست مقام های دینی از دخالت در سیاست کوتاه و اصل جدایی دولت و دین پدید آمد در نخستین دهه های قرن حاضر با پیدایش کشورهای سوسیالیستی ضربه کوبنده بر بنای دین و مذهب در این جامعه ها وارد شد و روحانیون از کانون قدرت به بیرون رانده شدند تمام آثار و نشانه ها به روشنی تمام ثابت می کنند که در نتیجه گسترش علم و دانش در بسیاری از کشورهای جهان، اجرای آموزش و پرورش اجباری، مبارزه های روشنفکران با بدآموزی ها و سوء های روحانیون و به ویژه در نتیجه گسترش حکومت های مردمی، پدیده دین و مذهب به اخلاق تبدیل خواهد شد و به فلسفه خواهد پیوست. و در نتیجه طبقه روحانی از جامعه رخت برخواهد بست و برداشتهای علمی و اندیشه های فلسفی جایگزین باورهای دینی خواهند شد. رابطه علم و دین، روحانیون و هواداران آنها به ویژه در دینهای خاور یا تک خدایی میکوشند تا چنین وانمود کنند که دین و علم مکمل یکدیگرند و با یکدیگر برخوردی ندارند اما به هیچ روی چنین نیست اصول و اندیشه های دینی با قوانین و اصول علمی به شدت اختلاف دارند و یکدیگر را نفی می کنند. این اختلاف و برخورد از آنجا سرچشمه می‌گیرد که به طور کلی رسالت علم با رسالت دین و مذهب متفاوت است علم می‌کوشد تا پدیده‌های طبیعی را بشناسد و چون و چرای این پدیده‌ها را در طبیعت بیان کند اما رسالت واقعی دین و مذهب تعیین معیارها یا ملاک‌های زندگی در زمینه رفتار انسان‌ها با یکدیگر است. اما دین‌های خاور ای، یهودیت، مسیحیت و اسلام، پا را از گلیم خود فراتر نهاده و به اظهار نظر در مورد پدیده‌های طبیعی و چون و چرای این پدیده‌ها نیز پرداخته‌اند. این دین ها در مورد پیدایش جهان هستی چگونگی پیدایش انسان آغاز پیدایش حیات بر روی کره زمین و زندگی پس از مرگ و هزاران پدیده طبیعی دیگر به اظهار نظر پرداخته اند بررسی دقیق و مطالعه موشکافانه این اظهار نظرهای دینی و مذهبی در مورد پدیده های طبیعی که در قلمرو علم و دانشند یک بار دیگر به روشنی بسیار ثابت می کند که پدیده دین و مذهب ساخته و پرداخته فکر بشر و غیر آسمانی است. بسیاری از اظهار نظرهای دینهای یهودیت، مسیحیت و اسلام درباره چگونگی پیدایش جهان هستی و انسان و سایر پدیده های طبیعی در نتیجه پیشرفت علم و دانش مردود شناخته شد و اشتباه بودن این اظهار نظرها به طور کامل ثابت شده است. نویسندگان کتاب های تک خدایی تورات، انجیل و قرآن از علم و دانش دوران زندگی خود استفاده کرده و در اظهار نظرهای خود تابع میزان پیشرفت علم و دانش دوران خود بودند برای نمونه در دوران نوشتن این کتاب ها دانشمندان، فیلسوفان و اندیشمندان گمان می بردند زمین مسطح است در آن دوران ها هنوز کروی بودن زمین کشف نشده بود و کسی نمیدانست زمین سیاره است که در آسمان بر گرد خورشید می گردد کسی نمیدانست که سیاره زمین مرکز جهان هستی نیست و کسی نمیدانست که از عمر کره زمین و دستگاه خورشیدی صدها میلیون سال گذشته است نظرهای علمی که در تورات، انجیل و قرآن بیان شدهاند و تمام نظریه هایی که به پیامآوران این سدین آسمانی موسی، عیسی و محمد نسبت داده شدهاند بازتاب به علم و دانش و آگاهی های علمی دوران آنها بوده است با پیشرفت علم و دانش و کشف های بزرگی که در چند قرن گذشته در مورد پدیده های طبیعی، پیدایش جهان، پیدایش و تکامل جانداران و به انسان به انجام رسیده است، اظهار نظرهای دینی و مذهبی در این موارد یکی پس از دیگری مردود شناخته شده و به دور افکنده شدند. به این ترتیب دلیل نفرت شدید روحانیون از دانشمندان و روشنفکران به سادگی روشن می شود بی سبب نیست که در قرون بستا مقامات دین مسیحیت به مبارزه خونین و بی امانی با دانشمندان و روشنفکران پرداختند و حتی برخی از دانشمندان را زنده زنده در آتش سوزانیدند در دنیای امروز نیز نظریه ی کتاب های آسمانی در مورد چگونگی پیدایش انسان بر روی کره زمین که به صورت داستان کودکانه آدم و حوا در این کتاب ها بازگو شده در دنیای علم و دانش با پوزخند روبرو می شود. در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه در جوامع سوسیالیستی و بسیاری از کشورهای صنعتی به جای نظریه آفرینش که دینی و مذهبی است نظریه تکامل که علمی است در مدرسه ها و دانشگاه ها تدریس می شود میزان علوم و دانش و آگاهی مردم هر جامعه با میزان مذهبی بودن همان مردم نسبت معکوس دارد هر اندازه مردم یک کشور با سوادتر، آگاهتر و تحصیل کردهتر تر باشند احساسات مذهبی در آنان کمتر و علاقه آنان به باورهای دینی پایین تر است برعکس هر اندازه هم که مردم یک جامعه کم سوادتر و ناآگاهتر باشند اعتقاد آنان به آموزش های دینی بیشتر و ایمان آنان بدین و مذهب محکمتر است